بسم الله الرحمن الرحیم، دکتر بای عزیز، امیدوار هستم صحت مند باشین. با تعقیب درس های گذشته ما شما امروز راجع به تجهیزات اطراف علوی، تجهیزاتش، خلاهایش و کسورهایش گپ میزنیم. تمام تجهیزات و کسرهایی که یا خلاهایی که در اطراف علوی دکتر باز صورت میگیرند معمولا از افتیدن به شکل اوت استرچ هند می باشد، یعنی شکلی که دست ما و شما حالت ابدکشن یا حالت اکستنشن یا دور شدن از اعضای بدن می داشته باشد به این صورت میگیره. چی حالت هایپر اکستنشن باشه، هایپر پرونیشن باشه یا استرس ها باشه یا با میکانیزم های واروس یا با میکانیزم های والگوس باشه با وجود میاد. خب اولین عظم را که ما شما در اطراف علوی میخوانیم و عبارت از کلاویکولا فرکچر هست. شما میفهمید دکتر با کلاویکولا اینم حزم ترقوه ما شما میگیم که به شکل حرف حس یا به شکل اسمانند در اطراف علوی چی داره؟ افتیده هست یا قرار داره. اولین حزم هست دکتر با که به شکل مسترس هست و این دکتر با اصلا چون یک کلمه لاتینی هست به نام کلافس یا به نام کی یاد میشه یا به نام کلیت یاد میشه که شکل حرف چی داره؟ حرف اس داره. خب دکتر با معمولا کسرهای ازی از باعث اوت استرچ، وقتی اوت استرچ میگیم دکتر با معمولا این تصویر باید در ذهن ما شما باشه که اوت استرچ به این شکل دست ما شما وقتی طول می باشه، خصوصا کسایی که ورزش میکنن یا کسایی که سپورت میکنن وقتی سقوط میکنن دستشان به می حالت می باشه. سبب چی میشه؟ سبب کسر کلاویکولا میشه. خب دکتر با کلاویکولا اولین عظم هست که در بدن چی میشه؟ ساخته میشه، یعنی فرست بون میت ان بادی اینمی کلاویکولا هست و دکتر با از امو جمله عظام طویله هست که ما شما گفتیم به شکل ترانسورس یا به شکل مسترس قرار داره. از جمله کانتکت بون هست، کانتکت بون به این مانا که یعنی امی اسکلیت محوری ما شما را با اسکلیت زمیموی یعنی اعضای اطراف علوی را با جزء چی میکنه؟ ای وصل میسازه. معمولا دکتر با کسر ازی در اطفال بسیار زیاد معمول هست، یعنی اطفال چون به میشه وقت سقوط میکنن مفتن سبب چی میشه؟ سبب کسر کلاویکولا میشه. ولی یگانه مشکلی که در کلاویکولا هست معمولا او ملیونین است، یعنی ناقص جوش خوردن است یا به شکل جوش میخوره ولی به شکل التیام میکنه، سوی التیام میداشته باشه یا ناقص جوش میخوره. خب یک چند وظیفه شد دکتر با در کلاویکولا گفتن، میگه انکریز میکانیکال پاور آف دی آرمز، امی قدرت میخانیکی را تقویت میبخشه. دیگه دکتر با بعضی از بندل های از نیرو واسکولار هست که بالای از چی میگه باشه ارتکاز داره، یعنی انزرشن آف بندل آف مسل هست، بعضی از عضلات هست اینجا ارتکاز میداشته باشه و دیگه محافظه میکنه یا پروتکت میکنه همین بندل هایی که نیرو واسکولار هست یا اوی عصبی یا تحت تلقوی هست، ایره چی میکنه؟ محافظه میکنه. دیگه دفعه با opting the shoulder during movement and rest، معمولا وقتی ما شما حرکت انجام میتیم در شانه یا استراحت میتیم شانه خدا، این چی میکنه؟ همین حرکات فیزیکی و یا استراحت ما شما را یک اندازه کمک میکنه. از نظر تجهیزات اگر ما شما میخانیکش رو ببینیم دکتر با به دو شکل به وجود میاد، یکی به شکل اندایرکت به وجود میاد و دیگه به شکل دایرکت به وجود میاد، یعنی به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم. اگر ما شما سر مستقیمش گپ بزنیم معمولا دکتر با اونمو افتیدن هست یا سقوط هست که تقریبا در حدود 91% از باعث از نمی چی میشه به وجود میاد. یا دکتر با ضربه های خب افتیدن هم دکتر با وقتی که ما شما سقوط میکنیم اما قسمتی که بارزه داره یا متبارز هست یعنی قسمت چی میشه؟ در زمین تماس پیدا میکنه، زمانی که تمیز زمین تماس پیدا کنه سبب کسرش میشه. دیگه دکتر با معمولا شما کسرهای کلاویکولا رو حتما دیدین یا در شفاخانه ها یا از اعضای فامیل ما شما متاسفانه یا از همسایه های ما شما کسایی که جنگ میکنن خشونت میداشته باشن یا مثلا یک چیز مستقیم مثل حمر یا چکش وارد در این قسمت وارد میشه سبب چی میشه؟ سبب کسر کلاویکولا میشه. در این دایرکت دکتر با معمولا کسایی که سقوط میکنن دستشان حالت ابدکشن یا تباعد میداشته باشه یا حالت اکستنشن یا حالت بست میداشته باشه یا مو دسترچ که پیشتر ما شما سرش گفت دادیم به این شکل وقت سر هند خود یا دست خود سقوط میکنه فشار وارد میشه بالای کجا؟ بالای کلاویکولا، باعث کسر کلاویکولا میشه. خب دکتر با معمولا اگر ایره دکتر با کلاسیفیکیشن کردن، کلاسیفیکیشن از هم توسط یک عالم صورت گرفته که به نام آلمانز یاد میشد که ایره تقسیم بندی میکنه به سه گروپ، یعنی قسمت متوسط یا قسمت میدل،
قسمت پراگزیمال یا قسمت میدیالش است، قسمت دستال یا قسمت چیش است، قسمت دورترش است یا قسمت لترالش است. قسمت میدالش دکتر سیبا معمولا بیشتر زیادتر به خاطر چون یک بارزه داره، این قسمت زیادتر مثلا به چی میشه؟ مثلا به مکسر میشه. خب دکتر سیبا، قسمت وحشی از این، قسمت وحشی از این ما یک عالم دیگه هست که ما شما ایره به نام نرس یاد میکنیم یا به نام نرس یاد میکنیم. این عالم ایره قسمت کسرهای وحشی از ایره به سه قسمت تقسیم کرده. چون دکتر سیبا در اینجا کروک و کلاویکولارس لگرمنت هست، چون ایره مساب میسازه نظر به مسابت از این یا کمتر یا زیادتر، به او خاطر ایره به سه قسمت تقسیم میکنه. میگه زمانی که اگر امی کروک و کلاویکولار لگرمنت اگر پاره شده کسر از امی ساحه باشه، این تایپ اولش هست. زمانی که امی کسر واقع شده باشه، کروک و کلاویکولار کنده شده باشه لگمنتش، تایپ دویش هست. تایپ سه از این عبارت از کسرهای داخل مفصلی هست، یعنی قسمت اکروم کلاویکولار جاینت هست. ما شما دکتر سیبا میفهمیم که کلاویکولای ما شما از دو جاینت ساخته شده، دو مفصل ساخته شده، یکی به نام استرنو کلاویکولار جاینت هست که بنام با استرنوم وصل میشه، و دیگه اکروم کلاویکولار جاینت هست که با اکرومین وصل میشه. اینمی قسمتی که با اکرومین وصل میشه، چون قسمت وحشی ما شما هست، اینمی قسمت هم کسر داخل مفصلی می داشته باشه و هم لگمنت کنده میشه. در اون صورت ما شما تایپ سه میگیم. خب قسمت میدیال قسمت اونسیش هست که قسمت اونسیش هم یک اندازه کمتر مثلا به کسر میشه، چون خود امی زنخ ما شما یا روی ما شما یک اندازه چی میکنه؟ محافظه میکنه. از نظر بجا شدگی دکتر سبا سرش گپ زدن، بجا شدگی میتونه که قسمت پراکسیمال پارت از این معمولا دکتر سبا میگن به قسمت سوپیریر و به قسمت خلف میره. یعنی به چی مناسب؟ همیشه وقتی که شما یک اکسری کسر کلاویکولا برای شما میایه یا کلاویکولا رو میبینین، یا حتی وقتی شما تفتش میکنین دکتر سبا، اینی پارچه پراکسیمال، یعنی پارچه‌ای که به طرف زنخ ما هست، به نزدیک به وجود ما و شما هست، این پارچه به طرف کجا میره؟ معمولا به طرف علوی و خلف کش میشه. دلیلش چی از دکتر سیبا؟ دلیلش استرنو کلوید و مستویدوس هست، چون عضله استرنو کلوید و مستویدوس در این قسمت ارتکاز داره. دکتر سیبا این پارچه به طرف کجا کش میکنه؟ به طرف بالا کش میکنه. معمولا دکتر سیبا متوجه باشین، اگر سوال در چهار جواب میاد که پارچه پراکسیمال از کلاویکولا وقتی کسر میکنه و کجا میره؟ و علوی و خلف میره. دلیلش چی از دکتر با؟ مثل که شما در اینجا میبینیم استرنو کلاوید و مستویدوس است، یعنی عضله استرنو کلاوید و مستویدوس باعث میشه به طرف بالا کش کنه. برعکس دکتر با، قسمت دستالش یا قسمت دورترش که نزدیک به شانه ما شما هست، توسط عضله پکترالس ماجور وزن خود طرف به کجا میره؟ به طرف سفلی میره. یعنی در اینجا دکتر اگر ما شما وزن خود ببینیم و همین عضله پکترالس ماجور ببینیم، اینی پارچه ای که در اینجا ما شما با پارچه پراگزیم و دست دستال داریم، یا این پارچه اگر ما شما ببینیم، معمولا این پارچه به کجا هست؟ به سفلی ای کش میشه. از نظر اراز علائم کلینیکی دکتر سیبا، اگر وقتی یک مریض به شما مراجعه میکنه به این شکل، اگر ما شما تفتش کنیم در تحت جلد یک بارزه را میبینیم یا عظم را میبینیم که به طرف بالا کش شده، درد می داشته باشه دکتر سیبا، امی حرکات یک اندازه محدود می شده باشه، تورم سوی شکل ایکیموزس، این موضوعات معمولا دیگه چی میشه؟ دیده میشه. و همچنان در بعض حالات حتی کسرهای باز ما شما می بینیم که بسیار نادر هست و اونا موافات و وایی چون یک کسر باز هست پیش برمانیس دیده میشه. خب بهترین تشخیصش که ما شما با دکتر سیبا تشخیص کنیم هم در دریافت های کلینیکی ما شما هست، رادیوگرافی ما شما هست که در رادیوگرافی ما شما رادیوگرافی قدامی خلفی میتیم، قدامی اوبلیک میتیم یا آنتریر اوبلیک میتیم که شکل لوردوتیک است. این مریض را استاد میکنیم، به این شکل ما شما اکسری میگیریم تا بر ما شما بسیار خوب واضح و مشخص معلوم شود که به جا شدگیش، کسرش و حتی یک پارچه که در اینجا وجود نداشته باشد، توسط اکسری ما شما را خوب تشخیص کرده میتیم. چی تداعی میکنیم دکتر سیبا؟ کسرهای کلاویکولار بسیار ساده و بسیار آسان هست، ما شما بسیار خوب ایده تداعی کرده میتونیم، یا حتی اگر کسایی که دکتر سیبای ارتوپیدی هستن یا نیستن، یا شما بخیر اگر وقتی که به شفاخانه ها مراجعه میکنین، به شفاخانه ها بخیر دستتاش میباشین، نوکری میداشته باشین، بسیار خوب باید ایده تداعی کرده بتنیم. معمولا دکتر سیبا تداعی از این تداعی کانزرواتیف هست. خب به دو شکل ما شما تداویش تقسیم میکنیم، میگیم کانزرواتیف و تداوی سرجری. ولی
چون میگه ریدکشنش یک اندازه مشکل است یا سخت است به او خاطر و not important و قدر ضروری هم نیست. اگر به این شکل دکسی با سربسر هم جوش بخوره یعنی به شکل اوور رایدینگ هم باشه قابل قبول هست، از کلاویکولای قبلیش کده حتی از شانه مقابلش کده قوی تر و منظمتر میره. یا در بعض حالات که با شما باز استدبام شد گفت میزنیم سرش به این شکل ما شما چی میکنیم؟ پلیت میکنیم یا وایر میزنیم که اون امو سرجری هست. خب طریقه تداوی کانزرویتیو دکسایبا میگه تایپ بشه ما شما میبینیم که با کدام تایپ ها یا با یعنی با کدام میتود ها ما شما ایره تداوی میکنیم. اول از این دکسایبا کف این کالر هست و شکل سلنگ که به این شکل مریض ما شما اگر در صورت که دسپلیس نباشه برای مریض چی میکنیم؟ توصیه میکنیم اگر دست شده گردنش مندازن یا دست مالای سی گوشه یا با می شکل که در مازار فروخته میشه با می شکل یه ازش استفاده میکنیم. دیگه استرپینگ از دکسه با اونمو یک پلستره یا شکل اشکاستپ ماننده هست یا چسب هست که به شکل استرچ و پلاست معمولا درش یاد میشه. شما دکسه با شاید حتما دیده باشین، دیدین یک چسب بسیار قوی داره. این دکسه با چه میکنیم؟ معمولا دست مریض به حالت ابدکشن موشما ایره قرار میتیم یا کش شده برام دست مریض میگیریم. زمانی که دست مریض کش شده گرفتیم ایره ارجاع میکنیم، امرای دست خود فشار میتیم. بعد از اینکه ارجاع کردیم شانه و شانه رو به طرف علوی و به طرف خلف یک اندازه چه میکنیم؟ میکشونیم. امی استرچ و پلاست هم شما چی میکنیم؟ در این قسمت تثبیت میکنیم یا بسته میکنیم. نتایج بسیار خوب داره. در هر سن ما شما این استفاده کرده میکنیم. میتود دیگه جاکسایبان بشکل بنام سبری میتود یاد میشه یا متوسط بنداش بسیار شخ بسته میشه گرفته میشه که معمولا از این میتود ها استفاده میشه یک اندازه چون برای مریض تحت دوامدار هست یا یک اندازه شخ بنداش بسته میشه به اون خاطر یک اندازه ناراحت کننده میباشه. دیگه به شکل بلینگتون یانگ میتود هزار سوا که ما شما توسط پی او پی باز حرف هشت انگلیسی را میگیریم. این شکل حرف هشت انگلیسی را داره در سوا که به شکل مصنوعی در بازارا فروخته میشه به شکل بنداژش هست یا به شکل سپورترهایش میباشه، ولی این ما شما توسط پلستر آف پاریس یا توسط پی او پی و می شکل حرف هشت جور میکنیم این را بسته میکنیم. میتود دیگه جاکسه با میتود بنداش هست، بنداش هشت با می شکل میگیریم. فکر کنیم که ایرمی هشت به شکل هشت انگلیسی ما شما بنداش گرفتیم، شانه مریض به طرف علوی و طرف خلف کش میکنیم. جاکسه با ایره توسط همی بنداش ما شما چی میکنیم؟ به شکل حرف هشت انگلیسی تثبیتش میکنیم که هم از بجا شدگی دوباره یا اوررایدینگش یا اوورلپش همچنان چی میشه جلوگیری میکنه، دردش یک اندازه سبساید میسازه، کاهش پیدا میکنه و التیامش به شکل اناتومیک هست. استدباب عملیاتی جاکسایبا معمولا در صورت که کسرهای باز باشه، در صورت که عدم التیام داشته باشه، نانیونی هم داشته باشه، در صورت که کسرهای داخل مفصلی یا انترارتیکولار باشه، گلنوید فرکچر ها باشه، یعنی همی جوفی که در کتف هست زمانی که اگر او کسر کرده می داشته باشه می باشه، یا در صورت که شارتنینگ می داشته باشه یا کوتاهی می داشته باشه بیشتر از 2 سانتی کسر کرده یک پارچه جدا کرده می داشته، مثل که ما شما در تصویر می بینیم زمانی که پارچه رو شما ریموو می کنیم 2 سانتی متر کمتر میشه یعنی کوتاهی پیدا میکنه. در صورتی که در نزد اطفال گروت پلیت کسر کرده باشه یا در صورتی که هر دو طرف کسر کرده باشه یا در صورتی که دکسیبا جوش خورده باشه کلوس محجم ساخته باشه، کلوس محجم به این مراد دکسیبا که وقتی کلوس ساخت یک اندازه کلوسش بزرگتر هست برای مریض یک اندازه، خصوصا کسایی که ورزشکارا هستن چی از ناراحت کننده هست و وزن برداشتن نمیتونن، به اون خاطر ما شما اینه چی میکنیم؟ عملیات میکنیم. خب طریقه های عملیات شداکسیبا معمولا انترنال فکسیشن هست. انترنال فکسیشن های شداکسیبا به شکل کی وایر هست، این وایرک های نازک را که شما در تصویر میبینین در داخل کانال داخل میشه تثبیت گرفته میشه، یا به شکل اگر بخوایم به شکل مقاومترش هم شما استفاده کنیم، مقاومترش عبارت از پلیت و اسکرو هست. توسط این پلیت های مخصوص برای کلاویکولا به شکل حرف هست جور شده. ما شما ایده در قسمت اول ساره پلان به پلان تسلیخ میکنیم، ساره باز میکنیم، عزم پاکوری میکنیم، نهایت مکسوره رو با هم یک جای میسازیم، پلیت در قسمت هست بونوردن محکم میگیریم، امی اسکروهایی که هست در قسمت های سراخ های یا هول های خود کلاویکولا پلیت ما شما ایده چی میکنیم؟ تطبیق میکنیم. در صورتی که اگر یک پارچه جداگانه می باشه میتونیم که از این اسکروهایی که جدا به شکل جداگانه هست یا به شکل لک اسکرو میگیم شما چی میکنیم؟ برای مریض تثبیت میکنیم. خب دکتر ما در بعض حالات میشه که خب یک اکسترنال فکسیشن اگر نظر ناراحت کننده هست برای مریض میشه، خب در بعض حالات خاص میشه که از اکسترنال فکسیشن یا از اپارات ما شما چی میکنیم؟ استفاده کنیم.
خب تصاویر شخص هادوک سبا میشه شما دقیق تر و خوب تر شما مشاهده کنید که یک از کلاویکولار رو شما چطور تداعی میکنید. چی اختلاطات میتونه سبا؟ اختلاطاتش خب چون اویه و عصب دیجه تحت فشار قرار میگیره بعض وقت سبب دمجش میشه خصوصا سب کلاوین ویزلز و همچنان شعبه اونسی خود براخیل پلکسوس است دیجه تحت فشار قرار میگیره که معمولا ما شما باید متوجه باشیم یا مد نظر داشته باشیم. دو اختلاط دیگه از یکی از دکسه با عبارت از نانیونین و ملیونین هست، یعنی جوش نمیخوره یا جوش میخوره به شکل ناقص جوش میخوره، که جوش نخوردن جوش سبا یک اندازه ریر یا یک اندازه نادر هست که مجبور هستیم که با سهر ما شما باز کنیم سرجری کنیم و اگر ضرورت با بونگرفت باشه مجبور هستیم بونگرفت کنیم. در ملیونی اندازه و زمانی که ما شما فکسیشن میکنیم میشه به شکل ناقص فکسیشن میکنیم یا به شکل تداولی فکسیشن میشه. اگر یک اندازه زیاد باشه یا مشکلات مریض زیادتر باشه، مریض ناراحت باشه، این چی میکنیم؟ خصوصا در اطفال سوی شکل گذری است دکسه و میشه زودتر التیام پیدا کنه یا پس حالت تداولی خود بگیره، ولی در کسایی که بزرگ سال حال است یک اندازه ناراحت کننده هست مجبور هستیم که ما شما این چی کنیم؟ عملیات کنیم یا سهر باز کنیم اصلاح کنیم. خب از کسر کلاویکولار دکسه با بگذاریم، خل مفصل استنو کلاویکولار جاینت هست یا استنو کلاویکولار جاینت دسلوکیشن. معمولا دکسه با این خل یک اندازه نادر هست، کمتر یا کمتر دیده میشه مثل که ما شما در اینجا میبینیم بسیار واضح یک خل را ما شما مشاهده میکنیم. خب میگه از جمله تریدات شانر تقریبا در حدود 3% میسازد، تمام امی تروماها سبب تروماهایی که با وجود میاد دکسه با خله هایی که در قسمت اطراف علوی است تقریبا 80% هم میسازد، 47% از باعث حادثات ترافیکی، 13% از باعث سپورت ها. خب فیصدی هایش اوقدر ما شما سرش زیاد جدی نمیگیریم، همیشه فیصدیش به این شکل نمیباشه و کوشش میکنیم که به امتحان هم به این حد فیصدی ها نبیه. ای جایند ما شما به شکل سدل جایند هست در از نظر آناتومی چه اگر ما شما ببینیم دکسه با ای چی میکنه؟ امی قسمت علوی را یا اطراف علوی را با جزا یا با صدر یا با تراکس چی میکنه؟ ای وصل میسازه. خب دکسه با یک استبیلیتی یا جایند استبیلیتی را مربوطش میشه یا توازنش را برقرار میکنه توسط لگمنت هایی که ما شما به نام کوست و انترکلاویکولار لگمنت یاد میکنیم و همچنان کوست و کلاویکولار لگمنت یاد میکنیم یا انتیریر پوستیریر استانو کلاویکولار لگمنت. این لگمنت های هستن که بالا از یه دکسه با ارتکاز داره یا در این قسمت ارتکاز داره، امی استناد و استبیلیتی امی سهارا چی میکنه؟ اینا اعاده میکنه. از نظر حرکاتش هم دکسه با گفتن که میگه کم خب این جاین میگه میتونه که در حدود 35 درجه موومنت داشته باشه به کجا؟ به قسمت سوپریر یا به قسمت علوی میتونه در حدود 35 درجه به طرف قدام و به طرف خلف این حرکت داشته باشه و حرکات روتشنال یا تداولیش هم در حدود 50 درجه میتونه که حرکات را با شما انجام بده. از نظر تریزات یا از نظر میکانیزم تریدش اگر ما شما ببینیم به دو شکل هست، یعنی به شکل دایرکت و به شکل اندایرکت هست. دایرکتش یک اندازه ریر هست یا یک اندازه نادر هست. معمولا وقتی که دکسه با ما شما یک ضربه از کدام به کجا میزنیم؟ از کدام به و اونسی زده میشه، وقتی در یک قسمت ضربه وارد شد باعث چی میشه؟ باعث امی کسر خل کلاویکولا به طرف کجا میشه؟ به طرف قدام میشه، خلف میشه ببخشید. زمان اگر ما شما در تصویر ببینیم در این قسمت وقتی که ما شما یک ضربه میزنیم یا یک مشک میخوره مستقیم در کدام قسمت ما شما؟ در قسمت اونسی ما شما یا در قسمت قدام ما شما؟ از این قسمت ضربه وقتی وارد میشه این خل میشه میره به کجا؟ به طرف خلف میره. به این قسمت شما وقتی که ببینید تصویر به این شکل خل میشه یا خل خلفی واقع میشه. معمولا کسایی که غیر از اینکه اگر مش نمیخورن یا مثلا ضربه مستقیم کسایی هستن که از موتورسیکل سقوط میکنن یا از بایسکل سقوط میکنن در زمین میخورن به این شکل سبب چی میشه؟ سبب خلاهای خلفی میشه. این دایرکت جاکسه با در صورتی که اگر میگه ضربه در قسمت قدامی و وحشی باشه، یعنی در این قسمت اگر ضربه وارد شوه این این دایرکت میگه زمانی که اگر در این قسمت ضربه وارد میشه جاکسه با در قسمت قدام و وحشی این باعث خلج کجا میشه؟ به شکل دسلوکیشن تو انتریر میه به کجا؟ میه به طرف قدام میه. به خاطر که چون اینجا ما ضربه وارد کردیم این شما
کش کردیم مثلا یا واردش کردیم به طرف کجا، به طرف قدام. اگر ترومای ما شما برعکس اگر در خلف و در قسمت لترال باشه، اگر از خلف ما شما ضربه بزنیم عینا مثل خل خلفی پیشتر که ما شما دیدیم به این شکل سبب خل خلفی میشه. معمولا در سبا 80% از باعث خب حادثات ترافیکی و 20% اما سپورت ها و یا مسائلش ذکر کردن. یک تصمیم بندی کردن یا کلاسفیکیشن کردن در سبا نظر به اناتومی شو کار دارن. تو اناتومی میگه میتونه که قدامی باشه، میتونه که هم به شکل خلفی باشه که قدامیش بسیار زیاد یا بیشتر دیده میشه. اکوردینگ تو ایتیولوژی از نظر ایتیولوژیش اگر ما شما ببینیم سبا به شکل تروماتیک است، به شکل اتروماتیک است، میتونه که اسپرین اسپرین با وجود بیاد، میتونه باشه اکیوت دیسلوکیشن، ریکرنت دیسلوکیشن، اندیدیوس دیسلوکیشن باشه یا اتروماتیکش به شکل وولنتری، انوولنتری، به شکل دیجنریتیو، به شکل انفکتیو یا به شکل ولادی یا به شکل کانجنیتال. این از جمله چیش هست؟ تصدیب بندیش هست. اراز علایم کلینیکیش چی هست؟ اراز علایم کلینیکی وقتی که شخص پیش شما معمولا مراجعه میکنه دست خدا امرو امی طرفی که مصاب هست و امرو دست دیگه خود چی میکنه؟ محکم میگیره یا معمولا به طرف تراکس یا به طرف شانی خود به شکل تثبیت کردگی پیش شما چی میکنه؟ این مراجعه میکنه. اگر شما تفتش کنیم یک پوندیدگی یا سولینگ هم میبینیم یا یک بارزه یا متوارث شدن همین قسمت همین ساره شما متوجه میشیم حرکات یک اندازه محدود هست، باید نیرو واسکولار که در این قسمت ها هست باید معاینه شود. مریض معمولا از یک دسپنی یا یک نفس کوتاهی خصوصا در انگامی که ما شما انسپایریشن یا معاملت شیق انجام میدیم شدیدن یک درد احساس میشه در این قسمت اکسی با اصرات. معمولا مریضا اصرات بلر می داشته باشن یا یک دیسفاجی می داشته باشن، مریضا معمولا در شاک می باشن. اگر ما شما یک اسکلتیشن کنیم قسمت یا ازغای صدر کنیم ششها را ما شما ببینیم، در صورت معلوم میشه که آفات یا ششهای ما همچنان مصاب شده خصوصا در خلاهای خلفی. خب دکتر با امی در خلاهای قدامی معمولا مسافه که بین شانه و استرنوم است یک اندازه کوتاه میشه، کوتاه میشه چون در این قسمت یک اندازه شفت میشه میاد به این طرف. امی مسافه استرنوم اگر ما شما با ببینیم با شانه یک اندازه کوتاهی پیدا میکنه که در این صورت به وقت ما شما به شانه از این فشار میتیم ای امی تست را که میگیم ما شما به نام لترال کمپرشن تست یاد میشه. این تست یک اندازه چی هست؟ مثبت هست یا به شکل تام مثبت میباشه. بهترین راهش که ما شما باید تشخیص کنیم که آیا خلق قدامی هست، آیا خلق خلفی هست یا به شکل تام خلق شده یا به شکل ناتام، ما شما چی میکنیم دکتر با؟ اکسری میتیم، سی تی اسکن بر مریض توصیه میکنیم و همچنان از معاینات پیشرفته تر میتونیم بر مریض ام آر آی بدیم. چی تداوی داره دکتر با؟ در صورتی که مایلد اسپرین باشه یا به شکل خفیف یا به شکل شدید نباشه، در صورت ما شما کلتک میکنیم میشه یا بر مدت 24 ساعت میمانیم یا از سلنگ ها استفاده میکنیم برای مدت 4 الی 5 روز. بعد از دو باز آیسته آیسته بر مریض چی میکنیم؟ حرکات شروع میکنیم. در صورتی که مودرت اسپرین و سفلکسیشن داشته باشه، در صورت هم دکسیبا ما شما اول کلتک میکنیم برای مدت 24 ساعت دیگه دکسیبا باز از استرپینگ یا از بنداش ها برای مدت یک هفته استفاده میکنیم. بعد از این دکسیبا وقتی که استرپینگ یا بنداش یا امو استرچ پلاس خود طرف کنیم باز برای مدت 4 الی 6 هفته بر مریض دستش با اون سمپل سلنگایی که هست یا دست مولای سی گوشه ای قرار میدیم. خب در صورت که دکسیبا اگر شدید می باشه یا سیور اسپرین آر دیسلوکیشن می داشته باشه، در آنتریور دیسلوکیشنش دکتر با مشمو چی تداوی میکنیم؟ فشار میدیم در قسمت امی بالای کلاویکولایی که به طرف قدام آمده جایندشن فشار میدیم. زمانی که از قدام به طرف خلف فشار دادیم امرای دست خود در بین دو کتفش یا دو اسکاپولاش یک پت یا یک بالش را جور میکنیم، مریض با حالت سوپاین قرار میدیم. چی میشه؟ ارجاع میشه. اگر خلفی باشه دکتر با خلفیش هم به نمو شکل ما شما چی میکنیم؟ خب چون اندازه ششها را و نرو یا بعض پرابلم های دیگر که در اجزایی که در قسمت خلفی هست احتمال داره که این مصاب بسازه، میتونیم ایده ما شما ارجاع کنیم چی ارجاع ما باز باشه چی ارجاع ما به شکل بسته باشه. مریض ما جور را نسیزی میتیم به حالت سپاین استراحتش میتیم، یک بالش در قسمت بین دو کتفش یا بین دو شانهش ما شما قرار میتیم دکتر با چی میکنیم؟ ایده ریدکشن میکنیم یا ارجاع میکنیم.
قسمی که موشما ترکشن میکنیم بازی مریضه به شکل اکستنشن یا به شکل ابدکشن یا به شکل تفاوت آرم بازی مریضه کش میکنیم. حتی در قسمت های امراض داده سخدر سوا شانه مریض فشار میتیم. اینمی وقت زمانی که به طرف خلف فشار دادیم چون در قسمت خلفی یک بالش ماندگی است امی جایند موشماک به طرف خلف رفته ایچی میشه ارجا میشه. در صورتی که اگر ارجا شد موشما استرپینگ بنداج هر شکل حرف 8 تا برای مدت 4 الی 6 هفته موشما برای مریض قرار میدیم. اگر نیک نشد توسط ارجای بستر نشد مجبور هستیم موشما توسط ارجای باز سارک توسط برهولدر یا فورسپسایی که هست موشما چی میکنیم؟ کش میکنیم، ترکشن میکنیم، ریدکشن میکنیم، بجایش میاریم. اگر ضرورت به سوچرنگ باشه سوچرنگ میکنیم یا تزبیتش میکنیم. چی اختلاطات میتونه که با معمولا نوموتوراکس هست وینوکا واسوپریر تیر میشه خود میری یا ایزوفاگوس رپچر میتشنه باشه قسمت نیرو واسکولار یا سابکلاویا احتمال داره که تحت فشار قرار بگیره یا شریان کروتیت و همچنان در بعض حالات در خصوصا در قسمت خله های خلفی اکسیبا چون معمولا اختلاطات در خله های خلفیش بوجود میه یک اندازه چنج وایس یا صدا تغییر میکنه شخص درست صدای خدا کشیده نمیده. خب از نظر عرض علایم کلینیکیش اگر ما شما مشاهده کنیم به این شکل تصاویرش میتونیم شما ببینیم هم از نظر آناتومی و هم از نظر خله ها یا کنده شدن لگینت ها. خب دکتر با اگر ما شما از خله دیگه بگذاریم خله سر و کلاویکولار جند بگذاریم خله مفصل چی میاد دکتر با اکرومی کلاویکولار جند اکرومی کلاویکولار جوینت اکسایبا ای یک مفصل به شکل دای آرترودیال هست. ای اکسایبا در بین اینمی مفصل چی قرار داره؟ یک فیبرو کارتولج دیسک شکل دیسک هست که شکل منسک میره منسکوس یاد شما اکسایبا مانده اما دو ساختمان که در قسمت زانو هست اینن به اون شکل در این قسمت ما شما در کجا میبینیم شد در قسمت اکرومی کلاویکولار جوینت در این قسمت ما شما مشاهده کرده میتونیم. خب دکتر بابا اگر شما ببینیم یک مفصل به شکل روتیشنال هست یعنی به شکل تداری هست و معمولا حرکت انجام میده این دکتر بابا چی میشه توسط بعض لگمنت های فیکس شده که لگمنت عبارت از کروکو کلاویکولارس هست معمولا یا اکرومی کلاویکولار لگمنت هست این دو لگمنت ایده چی کرده تثبیتش کرده یا ثابت نگاهش کرده. اگر ما شما دکتر با این چی رو ببینیم همین خله هایش رو ببینیم معمولا دکتر با در کسایی که جوان ها هستن بیشتر یا زیادتر دیده میشن 12% تمام تروماهای اطراف شانه را چی میکنه میسازن زیادتر یا بیشتر پیش کسایی که آقایان هستن یا مردها هستن معمولا چی میشن این دیده میشن. خب دکتر با میکانیزم ترومایش اگر ما شما ببینیم معمولا از باعث دایرکت و اندایرکت هست کسایی که فالن داون میشن سقوط میکنن و شانه مفتن یا آلسا ترافیکی انجام میتن در اون صورت سبب چی میشه است یا سپورت انجام میتن باعث چی میشه باعث خله امی سوار میشه یا به شکل اندایرکت هست زمانی که دست ما شما حالت چی داشته باشه اوت استرچ یا دور باشه یا اکستنشن داشته باشه این معمولا چی میکنه دکتر با باعث چی میشه باعث یا بفتیم بالای البو جاین یا مفصل مرفق یا مفصل آرنج باعث چی میشه باعث خله اکرومی کلاویکولار جاین میشه. خب چی اراز علائم کلینیکی دکتر میتن درد می داشته باشه و زایمان می داشته باشه تندرنس می داشته باشه خصوصا اگر به شکل اینکامپلیت دیسلوکیشن اگر باشه دیفورمیتیش دیده نمیشه اگر به شکل کامپلیت دیسلوکیشن داشته باشه باز دیفورمیتیش یک اندازه مو شما جسم کرده میتونید و دیدام میتونید باشه حرکات یک اندازه دکتر محدود میشه شخص از شانه حرکت انجام داده نمیتونه. خود دکتر با اکرومی کلاویکولار جوینت همچنان دسلوکیشنش تصنیف بندی کردن دکتر با تایپ یک شاید گفتن دکتر با به شکل مایلد اسپرین هست اسپرین اونمو کنده شدن لگمنت مو شما میگیم یا اربطه مو شما میگیم میگه به شکل خفیف در تایپ یک ازی به شکل خفیف امین لگمنت کنده میشه کدام لگمنت دکتر با امین لگمنت را که مو شما به نام اکرومی کلاویکولار لگمنت یاد میگیم در تایپ دوش چی هست دکتر با اکرومو کلاویکولار لگمنت یا همین لگمنت که هست رپچر میکنه
و کروکو کلاویکولر لگمنت ما شما یک لگمنت دیگر همچنان داشتیم که این دیگه قسمت دکتر قرار داره. این چی میشه؟ اسپرین پیدا میکنه یا پاره یک اندازه کشش پیدا میکنه یا پارگی برای خود پیدا میکنه. در تایپ استیج دکتر با اردو لگمنت رپچر میکنه، مکمل اردو لگمنت کنده میشه. در تایپ استیج البته اردو لگمنت ها کنده میشه. وقتی زمانی که کنده شد چی میشه؟ همی کلاویکولا قسمت دستالش شفت میشه به کجا؟ به طرف علوی یا به طرف کجا میره؟ به طرف علوی میره، به طرف بالا میره. تایپ چهارمش دکتر با عیناً مانند تایپ سیوم هست، ولی یک تفاوتی که داره. تایپ سیوم دکتر با ما شما گفته بودیم که هر دوش رپچر میکنه، یعنی هر دو کنده میشه، ولی در تایپ چهارش قبل علوی از اینکه دکتر با ای هر دو لگمنت ها کنده میشه و به طرف علوی شفت میشه، چی میشه؟ یک اندازه غیر از اینکه به طرف علوی شفت میشه دکتر با، به طرف پوستریر یا به طرف خلفی همچنان یک اندازه خود کشش پیدا میکنه. شکل پنجمش دکتر با میگم مثل شکل سیوم هست. شکل سیوم باز تکرار میگم دکتر با، هم هر دو لگمنت ها کنده میشه، کلاویکولا شفت میشه به طرف علوی. حالا چی میشه دکتر با؟ یک اندازه به کجا میره؟ به قسمت بازیلر یا به قسمت نک یا به طرف گردن یا به طرف عرق یک اندازه خود چی میکنه؟ کش میکنه. در تایپ ششمش دکتر با قسمت دستال کلاویکولا به طرف کجا میره؟ به طرف انفریر میره یا میره به طرف سفلی، به این قسمت میره. شکل کدامش؟ شکل ششمش یا شکل آخریش. در اینجا دکتر با که به طرف آخر میره یا به طرف سفلی میره، قسمت پراکزیمالش هم یک اندازه شفت میشه، به کجا میره دکتر با؟ به طرف نک یا به طرف عنق یا به طرف گردن میره. در تایپ ششمش دکتر با برعکس، به طرف کجا میره؟ به طرف سفلی کش میشه و قسمت اونسی ازی یک اندازه شفت میشه، به طرف بالا میره یا به طرف عنق میره. از نظر ببخشید، از نظر رادیوگرافی اگر ما شما ببینیم یا رادیولوژیک ساین اگر ما شما ببینیم دکتر با، معمولا ای پی یا قدمی خلفی معمولا امی دیسلوکیشن هایی که به شکل تام باشه برای مشما نشان میده، یعنی کمپلیت دیسلوکیشن ها نشان میده، ولی در کسایی که یک اندازه سابلکسیشن می داشته باشن یا به شکل تام خلا نمی شده باشن، به این شکل خلا نباشن دکتر با، این چی میکنه؟ در ای پی نشان نمیده. باز مجبور هستیم که به شکل استرس اکسری میگن دکتر با، یاد میکنن مریض ما شما حالت استاده قرار میتیم، در دست مریض چی میکنیم؟ وزن میتیم. وقتی که وزن دادیم چی میکنیم؟ عکسش یا اکسریش میگیریم. بسیار خوب برای ما شما امی سابلکسیشن ها را یا به شکل لغزش پیدا کرده باشه یا کم خلا شده باشه، این برای ما شما بسیار خوب مشخص نشان میده. چی تداوی میکنیم دکتر با؟ تداویش تداوی کانزرواتیف است. معمولا ما شما اگر تداویش گپ بزنیم، اول تداوی کانزرواتیف شد بعد تداوی جراحی شد. در تداویش دکتر با نظر به تایپش است. در تایپ یکش دکتر با ما شما گفته بودیم که مو اکرمو کلاویکولار جوینت لگمنتش چی میشه؟ کنده میشه یا به شکل اسپرین هست، به شکل کشش یا به شکل ناتام کنده میشده باشه. در اینجا چی میکنیم دکتر با؟ ما شما برای مریض رست میدیم، استراحت میدیم، کولد پکش میکنیم و از انساید ها یک دوای که به شکل انالجزیک بوره که دردش رو تسکین میسازه، ما شما برای مریض چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. در تایپ دوش سلنگ برای مریض استفاده میکنیم برای مدت 10 الی 14 روز یا از ادیسیف پلاستا یا استرپینگ یا الاستیک با استرپینگ یا به شکل پلاستر بر مریض چه میکنیم؟ تطبیق میکنیم. اگر دردهای دوامدار داشت یا کرونیک پین داشت، در اون صورت باز چی میکنیم؟ بر تایپ 2 ازی ما شما مجبور هستیم سرجری کنیم. تایپ 3 ازی دکتر با، بر تایپ 3 چی میکنیم؟ معمولا کلوز ریدکشن میکنیم. توسط کلوز ریدکشن امو استرچ پلاس یا استرپینگ ما شما استفاده میکنیم، امروی دست خود امو سوار فشار میتیم، زمانی که فشار دادیم باعث چی میشه؟ باعث ارجای امو سوار میشه، چون ما شما در تایپ استیج گفته بودیم دکتر با که اکرومو کلاویکولار و همچنان کروکو کلاویکولار لگمنت ها اردیش رپچر میکنه و چی میشه؟ امی قسمت وحشی یا قسمت اکرومو کلاویکولار جاینت و طرف کلاویکولاش به کدام طرف میره دکتر با؟ به طرف علوی میره. اینه موشما فشار میتیم به طرف پایان، توسط استرپینگ موشمایی رو تثبیت میکنیم، زمانی که تثبیت کنیم دست مریض در سلنگ تثبیت کرده و ما چی میکنیم؟ در گردنش آویزان میکنیم. خب دکتر با سرجریش هست. در سرجریش
معمولا اردی لگمنت را با شما چون کنده می شده باشه، زمان که رپچر کرد مجبور هستیم که ریپیرش کنیم، ترمیمش کنیم، چرا به خاطر از اینکه درد های دوامدار برای مریض میمونه. خب اگر درد های دوامدار یا کرونیک پین اگر باشه که راحت نشه، مجبور هستیم که شما چی کنیم، با اندازه 2 سانتی متر رزکشن کنیم یا قطع کنیم قسمت دستال کجا رو، دستال کلاویکولار. زمانی که قسمت کوتاه کردیم، یک میتود دیگه از اکسپا به نام مسل ترانسفر بای ترانسفرینگ دی کروکویت پروسس. چی میکنیم در اکسپا؟ چونی حالی کوتاه شده باید قسمت دستال ازی در قسمت اکرومین باید می بود، حالا چون 2 سانتی متر شما کوتاه کردیم یا ریزکشن کردیم، حالا این سواره باید از توسط امو عضلاتی که هست، توسط عضلات باید شما در یک بارزی دیگه که در کتف هست و شما برام بارزی کرکویتیت میکنیم، در یک قسمت شما چی میکنیم؟ ترانسفر میکنیم یا به اصطلاح عام به این قسمت وصلش میکنیم. در میتود های در تایپ های 4 5 6 دکتر سیوا معمولا اوپن ریداکشن هست، چون که دو لگمنت ها کنده شده، پاره شده، به طرف خلف رفتن یا به طرف فلوی رفتن یا به طرف سفلی رفتن، اینا مجبور هستیم انترنال فیکسیشن کنیم یا تثبیت داخل میراقی کنیم، و اون لگمنت هایی که کنده شده او رو ما ریکانستراکشن میکنیم یا ترمیمش میکنیم یا سوچرنگ میکنیم، پس به حالت اولیش برمیگردنیمش. چی اختلالات میتونه سیوا؟ اختلالات مقدم داره و اختلالات مؤخر داره. اختلالات مقدمشون مو کلاویکولا فرکچر هست، کروکو کلاویکولار اوسف کشن می داشته باشه، یا اوسلیز قسمت یا تخریبات قسمت دستال کلاویکولا می داشته باشه، انفکشن یا انتان مداخله انتان در اینجا صورت می گیره، جایند استفنس یا شخی مفصلی می داشته باشیم. در قسمت لیتش یا در قسمت مؤخرش دیفورماتی ها در اینجا یا سوی اشکال به وجود می آید، انفلیمیشن یا در قسمت اکروم کلاویکولار جایند هم شما می بینیم. دیگه دکتر با به شکل دوامدار وقتی برای مریض میمونه، وقتی حرکت انجام میده شانه خود بلند میکنه، معمولا برای شما میام مراجعه میکنم، میگم من چند وقت پیش خلاص شده بود یا برآمده بودم این قسمت من، یک ماه پیش، دو ماه پیش، یک سال پیش یا کمتر از زیادتر، ولی وقتی که حرکت انجام میدم تا به حال درد ما احساس میکنم. یا جمله اختلالات مؤخرش است. خب در تصویر شما دکتر ما شما میبینیم چطور لگمنت ها کنده میشه، پی لگمنت های لگمنت قسمت اکرومیکل کلاویکولار جوینت و قسمت های شما لگمنت های دیگری که برام کروکو کلاویکولار جوینت شما یاد کردیم، این لگمنت ها چطور کنده میشه شما تا تصویر بسیار خوب واضح مشخص میشه. خب تشکر از توجهتون دکتر سیبای عزیز. اگر کدام سوال باشه من ان شاء الله در خدمت شما هستم. وقت خوش.